الاول جو اهد شروع کن. خب سلام، اول سلام به همگی. خیلی خوشحالم که امروز اینجا همه دور هم جمع شدیم که از تجربیات هم استفاده کنیم. من همجور که سحر گفت دانشجوی دکترای هوش مصنوعی هستم اینجا توی دانشگاه پلی تکنیک مونتریال. الان حدود 2 ساله که اینجا هستم توی ایران. لیسانسم تو رشته نرم افزار بود، کامپیوتر مهندسی نرم افزار، دانشگاه گیلان بودم. مسترم هم باز نرم افزار بود، مهندسی نرم افزار بود، دانشگاه شهید بهشتی. یه کلن فکر میکنم نزدیک به 5 سال ایران کار کردم، ولی گپ تحصیلیم 3 سال بوده، یعنی بین مستر تا اینکه بیام برای پی‌اچ‌دی 3 سال فاصله داشته. و همین، این از خودم، یعنی معرفی خودم. و اینکه امروز میخوام راجع به اون مسیری که خودم اومدم برای اینکه بتونم حالا پذیرش بگیرم و استاد پیدا کنم و واقعا همه کار رو خودم انجام دادم، ولی خب خیلی دوستای زیادی بهم کمک کردن، مشورت دادن و تجربیاشون رو با من شیر کردن. دوستام که امروزم اینجا من اون تجربه شخصی رو باهاتون شیر کنم. قبل از اینکه حالا حرفا رو شروع کنم، دوست دارم بگم که اینا همه تجربه شخصی منه و واقعا یه قانون کلی نیست. ممکنه یه کسی یه راه دیگه ای رفته باشه و اونم به نتیجه رسیده باشه، اینجوری نیستش که این واقعا یه چیز 100% باشه. این راهو من رفتم و من جواب گرفتم. و اینکه شاید یه سری دیتیلای مثل فاند و نمیدونم قانونای تیوشن فی و اینایی که میگم برای کانادا اوکی، یعنی درست باشه، شاید برای کشورهای دیگه این قانونا درست نباشه. خیلی عالی. خب یکی این که ارغوان، تو گفتی که اینو، یعنی نمیدونم که تو مثلا برای کشور دیگه هم اپلای کردی یا پلنای دیگه هم داشتی، مثلا می‌خواستی کاری هم اپلای کنی یا نه از همون اولش تو رفتی یه راست سراغ این که نه من می‌خوام این مسیر رو برم، پی اچ دی می‌خوام بخونم و مقصدم هم کاناداست و شروع کردی ایمیل زدن؟ نه واقعیتش رو بخوای، من از اولش که حالا تصمیم گرفتم بیام خیلی چیزای مختلفی بهش فکر می‌کردم، به خصوص چون خودم سر کار می‌رفتم خیلی به این فکر می‌کردم که کاری بیام. حتی خیلی مثلا اپلای می‌کردم، رزومه می‌فرستادم، یک دونه اینترویو هم حتی گرفتم، ولی خب به سرانجام خاصی نرسید، فقط اینترویو بود. و اینکه به این، یعنی با از دوستانم اینجوری به این نتیجه رسیدم که شاید اگر بخوام تحصیلی بیام یکم پروسش سریع‌تر برام اتفاق بیفته، یعنی اینکه بتونم یه پذیرش تحصیلی بگیرم شاید سریع‌تر انجام بشه تا یه پذیرش کاری گرفتن، شاید اون مثلا. و اینکه به این نتیجه رسیدم که شاید با توجه به ویژگی‌ها و تجربه‌هایی که من دارم پذیرش تحصیلی برام مناسب‌تر باشه، شاید واقعا کافی نباشه تجربیاتم برای اینکه بتونم واقعا یه پذیرش کاری بگیرم از ایران. اینطور شد که تصمیم گرفتم برای دانشگاه اقدام بکنم، یعنی دیگه تصمیممو 100% کردم برای تحصیلی، ویزای تحصیلی. ولی خب به جز کانادا برای اروپا و جاهای دیگه هم اقدام می‌کردم، یعنی همزمان اون موقعی که ایمیل می‌زدم به استادا. و به جز کانادا حالا از یه دانشگاهی توی برلین، توی دوبلین یونیورسیتی آف، نمی‌دونم همون دوبلین فکر می‌کنم، کالج آف دوبلین، همچین اسمی، برای پی‌اچ‌دی توی آی‌او‌تی از یه استادی پذیرش گرفته بودم، ولی در نهایت کانادا رو انتخاب کردم به خاطر اینکه همونجور که دوستمون گفتن اون پروسه های مهاجرت بعدش و موندن توی کانادا شاید برام، یعنی با توجه به تحقیقی که کردم دیدم که پاسیبل تره. این از این. کلا من اینجا یه لیستی آماده کرده بودم راجع به چیزایی که قراره باهاتون صحبت کنم، ممکنه خیلی دیتیل باشه، یعنی الان که یه ذره بچه‌ها خودشون معرفی کردن دارم به نتیجه میرسم چیزایی که من شاید بخوام امروز بگم خیلی جزئیات اینه که شما چجوری اپلای بکنین برای استاد پیدا کردن و دانشگاه و اینا. ولی من فکر میکنم که خیلی، چون من خودم بعد از اینکه دوستای خودم این تجربیاتو با من شیر کردن خیلی راه برام روشن‌تر شد، واسه همین امروز حالا من این دیتیلا رو میگم. اگر هر جایی فکر کنین که خیلی جزئیات این دیگه خیلی دیتیله، مثلا هر کسی راه شخصی خودش رو اینو میخواد انتخاب کنه و لزوما این نه، به هم بگو سحر باشه. خب من طبق لیستی که نوشتم اول میخوام از راجع به ایمیل زدن به استادا صحبت بکنم برای مثلا دانشگاه های حالا کانادا، حتی من برای اروپا هم که
اقدام می کردم واسه اینکه شما بتونین اون فاند رو داشته باشین از استاد، چون فاند از استاد میاد، اون کمک هزینه مالی از استاد میاد. خیلی مهمه که شما اول با استاد مکاتبه بکنین، شما پذیرشی از یه استاد بگیرین و بعدش برای پذیرش مثلا دانشگاه اقدام بکنین. واسه همین خیلی مهمه که اول به استاد ایمیل بزنین. واسه ایمیل زدن به استادا هم کاری که من می کردم این بودش که توی دانشگاه های مختلف میرفتم اعضای هیئت علمی کامپیوترشون رو نگاه میکردم، در میآوردم و دونه دونه استادا رو، فیلدهای کاریشون رو چک میکردم، مثلا یا حتی پیپراشون رو نگاه میکردم ببینم دارن تو چه زمینه‌ای کار میکنن و اونایی که به من میخورد، یعنی دوست داشتم یا حتی یا بک‌گراند داشتم روش، سعی کردم که حالا این راجب این اکسلی که درست کرده بودم میخواستم صحبت کنم که حالا اون اکسل رو من خودم، واقعا آیدیای من نیست، آدمای دیگه به من کمک کردن. یه اکسل فایلی درست کرده بودم که هر شیتش اسم یه دانشگاه بود و توی شیت مربوط به هر دانشگاه اسم اون استادایی که خوشم میومد، ایمیلشون، زمینه کاریشون، تو حالا ستونهای مختلف راجع بهشون می نوشتم، پر می کردم دیتیلا رو. و یه چیزی که راجع به این حالا استاد پیدا کردن مهمه اینه که همه بیشتر 90% استادا یه سری پیجای شخصی ولی کاری دارن که به غیر از اون پیج دانشگاهیشونه و تو اون پیج خیلی جزئیات راجع به این که چجوری دانشجو می گیرن و توی اون صفحه راجع بهش حرف می زنن. یعنی شاید شما تو صفحه استاد توی دانشگاه، پیج استاد توی سایت دانشگاه، این جزئیات رو نبینید، ولی اصولا استادا یه لینکی گذاشتن به اون پیج شخصیشون، یا اینکه شما اگه اسم استاد رو سرچ کنید توی اینترنت مسلما میاره تو سرچ‌های اول دوم گوگل، اون صفحه استاد رو میاره. و خوبیش اینه که مثلا میبینید استادا اونجا توی اون وبسایت گفتن که اگر میخوای برای مثلا پی اچ دی اقدام بکنی اول تایتل ایمیلت اینو بذار، یا مثلا من دو تا پوزیشن باز مستر دارم برای پروژه فلان. خب اینا همه کمک میکنه که شما مثلا این دیتیلا رو توی ایمیل بگین به استاد و باعث بشه که اون بدونه که شما رفتین نگاه کردین، مثلا واقعا میخواین بیاین برای تحقیق، و حالا شانس اینکه ایمیلتون رو بخونه و جواب بده بره بالا. و پس این اکسل رو من اینطوری درست میکردم که هر شیتش یه دانشگاهی بود و دیتیلای استادا رو مینوشتم و سعی کردم برم توی وبسایتشون اون جزئیات رو پیدا بکنم که اگر من مثلا، خیلی از استادا میذارن که توی متن ایمیلتون اگر میخواین برای پی اچ دی اقدام بکنید به این 4 تا سوال جواب بدین. خب این خیلی به نظرم یه نکته ایه که شما اگه اینو نبینین و به استاد ایمیل بزنین، شانس اینکه استاد جوابتون رو بده خیلی کمه. بعد از اینکه این اکسل رو درست کردم، شاید کم طول بکشه، 2-3 روز طول بکشه، حتی شما میتونید دانشگاه اروپا هم توش بزنید، یعنی از هر دانشگاهی که دوست دارین هر جای دنیا این اکسل رو کامل میکنین. و مثلا شروع میکردم از هر شیتی یه استاد رو ور میداشتم، یه استاد از هر شیت، و مثلا فکر کنید اگه شما 10 تا دانشگاه کامل کردین میشد 10 تا استاد از 10 تا دانشگاه مختلف و به اینا ایمیل میزدم. حالا چرا این کارو میکردم؟ اینم یه چیزی که از تجربیات دوستانم به منتقل شده که میگفتن اگر شما به دو سه تا استاد همزمان توی یه دانشگاه مثلا 3 تا ایمیل توی یه روز بزنید، اینا ممکنه با هم پروژه مشترک داشته باشن، با هم حرف بزنن و بگن که مثلا من IoT هم استاده، مثلا یکی IoT یکی کلاوده یکی نمیدونم AI، شما به همشون زدین که من خیلی اینترستینگم به فیلدت. یه جورایی انگار که شما تکلیفت مشخص نیست، واسه همین چون اینا ممکنه با هم کامیونیکیت داشته باشن، از هر شیتی یه استاد بردارین، ایمیل رو بزنین و مثلا حدود 7 روز تا 10 روز صبر کنین و بعد دوباره به یه استاد دیگه از همون دانشگاه ایمیل بزنین. این پروسه انقدر ایمیل زدن تا بالاخره یکی جواب بده است که من واقعا فکر کنم همه اونایی که تونستن پذیرش بگیرن از یه استادی، یعنی یه فاندی بگیرن از استادی و باش کامیونیکیت کنن، این مسیر رو رفتن. و اینکه دیگه چی نوشتم راجع به تایم تو سند، آهان، به نظرم این خیلی نکته جدی. اینجا تو مثلا چند تا دانشگاه و چند تا استاد رو تو اون اکسلت گذاشتی و چند تا ایمیل فرستادی که نتیجه گرفتی، و اینکه چقدر مثلا ریسپانس میدادن، مثلا یه ایمیلو میزدی چقدر طول میکشه جواب بدن، اگه جواب نمیدادن تو چند وقت به چند وقت باشون فالوآپ ایمیلو میفرستادی یا ریمایندر میزدی بهشون؟
ببین شاید این چیزی که من میگم یکم دیساپوینتینگ میشه، زن ناامید بشین، ولی من واقعا فکر میکنم 234 تا این حدودا ایمیل های استادا و اینا رو دانشگاه های مختلف رو درست کرده بودم. میتونم بهت بگم که خیلی ببین نکن خیلی به شانس اینه که چقدر اون استاده اون لحظه دانشجو بخواد ایمیل شما، چقدر شانس اینو پیدا بکنه که باز بشه، ولی شدنیه، یعنی تهش بالاخره جواب میگیرین. و همه اونای دوستایی که من اینجا دارم و میبینم که این مسیر رو اومدن، همشون انقدر ایمیل زدن تا بالاخره یه استاد جوابشون رو داد. حالا یه کسی ممکنه خوش شانس باشه، مثلا تو کیس من استادی که به من پذیرش داد پنجمین استادی بود که جوابمو داد، گفت من متاسفانه فاند ندارم، به من اینجوری گفت. منم خب نمیخواستم بدون فاند بیام. حدود 9 ماه بعدش من، یعنی تو این 9 ماه همجوری ایمیل میزدم، دوباره همون استاد به من ایمیل زد و گفتش که من فاندم اومده، تو میخواستی بیای، چی شد دوباره مثلا میخوای بیای؟ و مثلا من رو هوا بودم که آره چرا نمیخوام بیام، معلومه که میخوام بگم که خیلی مثلا میدونین مثل یه احتمال میمونه، هرچی بیشتر تاس بندازی احتمال اینکه شیش بیاد خیلی بیشتره. ریمایندر رو که پرسیدی، من 7 روز صبر میکردم، بعد 7 روز ریمایندر میزدم و بعد از 2-3 روز دیگه میرفتم روی استاد بعدی توی اون دانشگاه، یعنی دیگه ماکسیموم 10 روز منتظر یه استاد میموندم. خیلی وقتا استادا جوابتون میدن ولی میگن که متاسفانه ما پوزیشن بازی نداریم، متاسفانه من الان دانشجوی پی اچ دی نمیخوام. یکی دو تا استاد بودن که از برای من یه مقاله فرستادن، گفتن برو اینو بخون، سامریش رو برام بفرست. فرستادم، دیگه بعدش جوابی نگرفتم، ریمایندر زدم جوابی نگرفتم، یعنی مثلا شاید خوششون نیومد، نمیدونم. یعنی این اینجوری نیستش که کلا یه چه میدونم یه زون تاریکی باشه که هیچکی جوابتو نده، واقعا بک اند فورس، یعنی میاد یه سری جوابا میاد، یعنی پروسه رو به جلو میره ولی خیلی سرعتش شاید برای بعضیا کند باشه، برای بعضیا سریع باشه، اما تهش واقعا جواب میگیرین، یعنی بالاخره یکی بهتون جواب میده و پذیرش میده. آره من یکی از دوستان گفتش که تو طول 1 سال به 400 تا استاد ایمیل زده بود و از دانشگاه مکیل فاند گرفته بود و مثلا اوکی شده. آره. بود و از این 400 تا مثلا 5 تاش به اینترویو رسیده بود، یعنی مثلا کانورژنش خیلی کمه. دقیقا، واسه همین شما باید تعدادش رو زیاد کنید که این به حال اون 4-5 تا اتفاق بیفته. مثلا اگه شما 20 تا ایمیل بزنین احتمال اینکه یکی جوابتون رو بده شاید خیلی کم باشه، ولی وقتی مثلا میشه 200 تا، 2 نفر به آخر جواب، مثلا میشه 500 تا به حال، به قول شما 5 نفر جواب میدن. ولی من کسایی رو میشناسم اینجا که میگن مثلا ما سومین استادی که بهش ایمیل زدیم به همون پذیرش داد اومدیم، یعنی شانسه، واقعا شانسه، ولی میتونم بگم اکثریت تعداد زیادی ایمیل زدن تا تونستن بالاخره بود، به خاطر اینکه آدم توی این مسیر ایمیل زدن خودش هم یاد میگیره که چجوری درست تر ایمیل بزنه. میدونی هرچی رو به جلو میره تو ایمیل های درست تر میزنی که شانس اینکه باز بشن و دیده بشن بیشتر میشه. آره. بعد این اصلا از استاد اصلا از کی فیدبک میگرفتی برای اینکه ایمیل های بعدی تو بهتر و بهتر کنی؟ وقتی استاد جواب نمیده چطوری فیدبک میگرفتی که ادیت سری بعدی بهتر بفرستید؟ ببین راستشو بخوای من خب اولا که کلا اینکه چجوری باشه تمپلیت ایمیله، مثلا شما اگه تو اینترنت هم سرچ کنین مثلا اینکه ایمیل بزنی و چجوری یه جاب پیدا کنی از این تمپلیت ها هست، ولی کلا اینکه توی کانتکست ایمیل چی باشه رو دوستانم حالا به من کمک میکردن اولش، ولی بعدش دیگه به مرور زمان آدم هی خودش رو میخونه و هی خودش رو اصلاح میکنه. میدونید اینکه چجوری این اتفاق افتاد واقعا نمیدونم و مطمئنم نیستم واقعا اون ایمیلی که من باهاش پذیرش گرفتم بهترین ایمیلی بود که زدم، ولی یه نکته‌ای که نوشته بودم که اینجا بگم اینه که خیلی مهمه که توی اون ایمیل واقعا خودتون باشین، یعنی خیلی خوبه که آدم از تمپلیت آماده کمک بگیره، ولی مثلا شما اگه از تمپلیت آماده استفاده بکنید کلن متنای اون رو بذارین شاید غلط املاییاتون خیلی کم باشه، غلط املایی انگلیسیتون، ولی اون استادا میفهمن که این حرف شما نیست. ولی اگه حرف خودتون رو بزنین به انگلیسی، حالا یه چند تا غلط گرامری و املایی و چیزی هم داشته باشین ولی حرف خودتون باشه، شانس اینه که استاد شما رو دعوت به مصاحبه بکنه خیلی بیشتره. من یه چیزی که از تجربه ایمیل زدنم یاد گرفتم اینه که توی ایمیل بیشتر از اون که بگین من چقدر خفنم، بگین که من چقدر دوست دارم یاد بگیرم،
این خیلی برای اینا مهمه، به خاطر اینکه دانشگاه از نظر اینا یه جای برای یاد گرفتنه و واقعا استادای اینجا دوست دارن اون پوزیشنو که دارن و واقعا یه فرصته. یه شما بیای اینجا فاند داشته باشی، زندگی هزینه‌اش اوکی باشه، همه چی باشه، فقط درس بخونی، یه فرصته که این استادا دوست دارن اون فرصتو به یه کسی بدن که واقعا دوست داره یاد بگیره. یعنی واقعا ته این پی اچ دی، ته این مستره، یه چیزی بهش اضافه میشه. و میگم این تجربه من از ایمیل اینه که خیلی خودتون باشین و خیلی زیاده گویی نکنین، چون استادا سی وی و این چیزاتون رو میرن میبینن. و اینکه توی ایمیل اصلا ایمیل اول از فاند نپرسین، بذارین بیاد تو اینترویو، این چیزا خود استادا بهش اشاره میکنن. اگه نداشته باشن استادا خیلی آنستی تو همون ایمیل اول دوم بهتون میگن ما فاند نداریم، به خاطر اینکه اونا میدونن شرایط دانشجوی اینترنشنال رو. و همین، به نظرم حرف خودتون رو بزنین و خیلی نشون بدین که چقدر دوست دارین یاد بگیرین. مثلا یه نکته‌ای که میتونه کمک کنه نشون بدین که دوست دارین یاد بگیرین اینه که برین ایمیل، برین چیزای پیپرای استاد رو نگاه کنین و توی ایمیلتون راجبش حرف بزنین. مثلا بگین که من رفتم فلان پیپرتو خوندم، فلان چیزش خیلی اینترستینگ بود، خیلی دوست دارم ازش بیشتر یاد بگیرم. و بعد یه سوالی، اگه مثلا استادی گفتش، مثلا استاد اینترست بود ولی گفت فاند الان ندارم، مثلا تو فکر میکنی این مثلا عاقلانه است که اکسپت کنی ادمیشن تو بگیری و به این امید باشی که حالا ممکنه که استاد بعدن مثلا فاند داشته باشه، حالا مثلا یه ترم با هزینه خودت بعدن بتونی یه فاند بگیری، یه بورسیه بگیری؟ ببینید، من واقعا اگر من اون موقعی که ایران بودم واقعا میترسیدم از هزینه ها و همیشه فکر میکردم که حتما باید یه پذیرش با فاند داشته باشم. و اگر یعنی واسه همین بود که اصلا تمام فوکوسم روی پی اچ دی بود، به خاطر اینکه میدونستم مستر شاید یا حتی اگه فاندم بگیرم برای مستر، چون باید شهریه بدم، همه اون فاندم مثلا میره برای شهریه. اما وقتی که اومدم اینجا دیدم که سهر جون واقعا یه چیز پاسیبله، یعنی یه چیز غیر ممکن نیست. حتی نیازی نیستش که حتی شما توی ایران واقعا گنج داشته، چون الان انقدر دلار و یورو اینا گرونه، آدم باید واقعا توی ایران گنج داشته باشه که بتونه شهریه اینجا رو بده، حتی ترمی 7000 دلار مثلا. واسه همین به نظرم یه چیز ممکنه. یه نکته دیگه مثلا این که مستر دانشگاه ما فقط 4 ترم، اگر اشتباه نکنم، آره فقط 4 ترم شهریه میگیره و شما مثلا اگه مستر 3 سال ادامه پیدا بکنه دیگه بعد از 4 فکر میکنم 4 یا 5 ترم، یعنی بیشتر از 5 ترم نیستش، دیگه شما نیاز نیست شهریه بدی. خب بذار ببینم اصلا دارم اشتباه میگم، نکن 1 سال و 1 ترم میشه 4 ترم، میشه 4 ترم، یعنی 1 سال، چون هر سالی 3 ترمه و 1 ترم اضافه تر میشه 4 ترم، یعنی شما دیگه بعد از 4 ترم نیازی نیست شهریه بدی. واسه همین اون 1 سال و 1 ترمو به نظر من میگذره، یعنی میتونی با کار جنرال، اگر دانشگاه انگلیسی زبان باشه استادت بهت میتونه کار بده، میتونی برگه تصدیق کنی برای استادت. خیلی وقتا شما میایید اینجا و بعدش اصلا میرید با یه استاد دیگه کامیونیکیت میکنی، درگیر پروژه اون استاده میشید، اون استاده بهتون فاند میده. به نظر من واقعا اگر دوست دارین تحصیل کنین، یعنی این خیلی مهمتر از این قضیه فاند است، اگه واقعا حال و حوصله درس خوندن رو دارین، به خاطر اینکه استاد فاند نداره چشمتون رو روش نبندین. ولی اگه واقعا به ویزای تحصیلی به این چشم نگاه میکنید که من فقط میخوام پام برسه از ایران بیرون و اصلا حوصله درس خوندن ندارم، کی حالا میخواد بره درس بخونه و من فقط میخوام یه ویزای بگیرم که از ایران بیام بیرون، نه بدون فاند نیاین، چون واقعا مشکلی به مشکلاتتون اضافه میشه، چون اون درس خوندن به اندازه کافی براتون مشکل و دردسره، حالا اون مشکل ها هم اضافه میشه. خب بعد پرسیدن که توی ایمیل اول و سی وی رو بفرستین؟ آره، سی وی تون رو بذارین، ریزونومرات دانشگاه تون رو بذارین. خیلی ها وقتی که دانشجو هستن، من خودم این شرایط رو مثلا میدونم که دوستانم داشتن، دانشگاه ریزونومرات چیز رو بهتون نمیده، آفیشیال میگن، رسمی، آره بهتون نمیده، مثلا زیر اون ریزنمرات به فارسی که بهتون میده نوشته
که این ریزنمرات ارزش ترجمه مثلا نداره، رسمی نیست، ارزش ترجمه رسمی نداره. حالا من به نظرم خیلی از دوستای من این کارو کردن، من چون خودم دیگه 3 سال از درس دانشگاه گذشته بود تونستم ریزنمراتم بگیرم، ولی خیلی از دوستانم خودشون دستی مثلا ترجمه کردن و اونو برای استاد فرستادن. استاد خیلی کاری به اون مهر ترجمه و این چیزا نه، و اینا خیلی بیس آن تراسته، یعنی اون استاد هیچ وقت فکر نمی‌کنه که شما داری مثلا نمرتو دستکاری می‌کنی تو اون چیزی که خودت ترجمه کردی اگه برش فرستادی. یا خیلی از دارالترجمه ها ریزنمرات رو ترجمه میکنن، ولی اون جمله رو هم زیرش ترجمه میکنن که این فاقد ترجمه رسمی نیستش. یعنی سی وی و آخرین ریزنمراتتون رو برای استاد بفرستین، اما کاور لتر نمیخواد، بخاطر اینکه کاور لتر در واقع اون متن ایمیل شماست که دارین به استاد میزنید. اوکی خب حالا بریم اگه کسی با سوال. بعد حالا در مورد اینترویو گفتم که آره راجع به ایمیل فقط ببینم، حالا گفتم فان در نزنین و شما توی ایمیل اولتون چیزی راجع به فان نمیگی. حالا استاده به شما ایمیل میزنه، اصولا اینجوریه که باهاتون یه اینترویو میذارن، یا اینکه براتون یه دو تا از پیپرها خودشون رو میفرستن، میگن برو اینا رو بخون واسه ما سامریشو بفرست، یا اینکه بخون بیا تو اینترویو با هم راجبش صحبت بکنیم. بعضی از استادا تکلیف میدن، مثلا میگن که برو برنامه، حالا برای رشته ما میگن که برو برنامه اینو مثلا بنویس برام، کدشو مثلا برام بفرست. به نظر من یه چیزی که توی این پروسه مهمه اینه که اولا به ددلاین خیلی احترام بذاریم، یعنی اگه استاد براتون یه ددلاین گذاشته حتما تا قبل از اون ددلاین اون کار رو براش بفرستین، و اینکه خیلی با دقت، یعنی واقعا اون اساینمنت یه فرصته که شما خودتون نشون بدید. مثلا من خودم بهت گفتم یکی دوتا از استادا به من ایمیل زدن و گفتن که این مثلا برو این پیپر رو بخون برامون سامریش رو بفرست. مثلا من سر کار میرفتم استرکت پیپر رو میخوندم، اینتروداکشنش رو میخوندم، یه سری چیزایی مینوشتم، یعنی اونقدر انرژی شاید نمیذاشتم واسه اون خلاصه‌ای که برای استاد فرستادم، و خب استادا جوابمو ندادن، یعنی بعدش دیگه جوابم ندادن. نظر من تمام انرژیتون رو بذارین واسه اینکه خودتون رو تو اون فرصت نشون بدین. استادا توی این اینترویو توی این مرحله راجع به فاند حتما باهاتون صحبت میکنن، راجع به اینکه میتونن بهتون فاند بدن یا نمیتونن فاند دارن ندارن، اصلا پروژه ریسرچشون چیه و چی نیستش، و همین دیگه، نشون بدین که اسکیل ریسرچ دارین، یعنی مثلا بلدین برین توی گوگل اسکولار یه چیزی سرچ کنین، بلدین برین تطوی یه پیپری رو درارین، این چیزاتون رو نشون بدین، نه اینکه مثلا من همه الگوریتمای ماشین لرنینگ رو 4 بار اپلای کردم روی دیتا یا مثلا خیلی خفن و اینا. اینجوری باعث میشه که اون طرف فکر کنه شما خیلی نیازی ندارین بیاین حالا درس بخونین، شما که دیگه همه‌شو بلدین، دیگه چرا می‌خواید بیاین درس بخونین؟ نه اینکه خودتون رو کلا بی سواد، من هیچی بلد نیستم نشون بدین، ولی منظورم اینه که خیلی مانورتون روی این باشه که چقدر دوست دارین یاد بگیرین و تحقیق کنین. امیدوارم جواب سوالو، یعنی این اینترویو کامل کرده باشم. راجع به اینترویو چون تجربه شخصی خودم رو فقط دارم، خیلی نمیتونم مثلا دیتیل بگم. من استاده با هم اینترویو کرد، گفتم بعد مثلا 9 ماه به هم ایمیل زد گفتش که میخوای دوباره بیای ریسرچ کنی، منم گفتم آره چرا که نه، و بعد با هم صحبت کردیم، از من پرسید که چرا میخوای پی‌اچ‌دی بخونی، بعد از پی‌اچ‌دی قراره چیکار کنی، پی‌اچ‌دی یه چیز آکادمیکه با مستر، خیلی مثلا تفاوتش با مستر اینه که تو بعد از پی‌اچ‌دی، چون که من تجربه کاری هم داشتم خیلی به این تاکید کرد، گفت مثلا شاید دیگه نتونی اونقدی که میخوای توی اینداستری مثلا یه پوزیشن انجینیرینگ داشته باشی، از قبل مثلا میتونین این جواب رو تمرین کنین برای خودتون که چی بگین به استاد، چرا میخوایم پی اچ دی بخونیم، بعدش قراره ببخشید چی کار کنیم، چی بشه، یه چیزایی مثل این. ببخشید نتونم گیر. نه خواهش می‌کنم. خب به نظر تو مثلا اینکه حقیقت بگی اوکیه، چون مثلا من خودم تو اینترویو با استاد اصلا حقیقت گفتم، گفتم من اصلا دوست ندارم، یعنی درس خوندن خیلی ملاکم نیست، واقعا هم اینه که دلم میخواد حتی این مثلا تز دکترام بشه یه پروژه که مثلا من برم توی اینکیوبیتور دانشگاه روش کار کنم، یه پروداکتش کنم و مثلا بیزینس بسازم، اصلا هدفم اینه. تو خودت کلا پیشنهاد میکنی یا نه اینکه مثلا بهتره که بگی که نه من میخوام مثلا آکادمیک کار کنم، میخوام اینجا مثلا، چون میدونم مثلا دانشگاه مکگیل مثلا رفت دادم این مثلا صحبت کردم، گفتن که آقا ما هدفمون اینه که دانشجو که میگیریم بهش فاند میدیم بیاد اینجا بشه استاد دانشگاه، اینجا به درس بده. من نیک دل نه
ببین نگاه کن، منم مثل تو به استادم جوابش رو اینطور دادم که من دوست دارم بک تو اینداستری کنم، یعنی دوست دارم دوباره برگردم به صنعت. بعد به من گفت برای چی پس میخوای پیشتی بخونی؟ گفتم چون احساس میکنم که رشته کامپیوتر خیلی زود داره پیشرفت میکنه و من این مدت که کار کردم شاید خیلی توی محیط کار آدم فرصت اینو نداشته باشه که نالج آکادمیکش رو توی رشته ببره بالا. میخوام بیام پیشتی بخونم که این فرصت رو داشته باشم که مثلا راجع به موضوع AI که الان انقدر داغه اون دیتیل و بکراند و روتش رو یاد بگیرم و بعدش دوباره برگردم با اون تجربه آکادمیکی که دارم برگردم سر کار. این چیزی که من میگم که راجع به مثلا نشون بدین تحقیق کردن و دوست داریم اینه که ببین خیلی ما از خیلی ما ایرانی ها حالا تعارف نمی کنم، اصلا نمی خواهم بگم یه نیچن خاصی، شاید همه جای دنیا اینطوری باشه، از به ویزای تحصیلی به چشم این نگاه می کنیم که از ایران بیاییم بیرون. خب این اتفاق می افته، واسه خیلی همون این اتفاق می افته، ولی به این فکر نمی کنیم که بعدش دیگه اینجا دانشگاهاش واقعا جدیه قضیه، یعنی استاده واقعا مو رو از ماست میکشه بیرون و اون براش مهمه که اگه داره وقت میذاره و داره به تو یه پولی میده برای یه کسی بذاره که بتونه ازش یه چیز کار ریسرچی در بیاره، یعنی بتونه ازش یه مقاله در بیاره. یه به هر حال اون استاد هم یه هدفی داره از دانشجو گرفتنه. من منظورم این بود که اگر شما واقعا هدفتون درس خوندن نیست، یعنی هدفتون اینه که توی اون دو سالی که مثلا اینجا هستین چه میدونم بگردین یه کاری پیدا بکنین بعد ویزای تحصیلیتون رو کانورت کنین به ورک پرمیت، منظورم این چیزا بود، یعنی خیلی برات مهم نیستش که اصلا مدرک تو بگیری یا نه، درست تو بخونی یا نه. منظورم این بود که اگر استاد اینو سنس اینو بفهمه از حرف زدن شما احتمال این که بهتون پذیرش بده خیلی کمه. ولی نه، رو راست باشین، اگر بعدش قرار نیست تو دنیا، به خصوص برای فوق لیسانس اصلا کسی انتظاری نداره که طرف تو دنیا آکادمیک بمونه. به نظرم نه، رو راست باشین. آره. یه نفر پرسیده که برای فوق لیسانس کانادا نمیشه هیچ جوره به فاند گرفتن امید داشت. چرا اتفاقا میشه امید داشت، خیلی هم میشه امید داشت، به خاطر اینکه من الان میتونم بگم تمام دوستانی که دارم و مستر هستن فوق لیسانس هستن الان توی دانشگاه پلی تکنیک همشون فاند دارن، همشون فاند دارن، یعنی من اصلا دوست بدون فاند تو دانشگاه، یعنی منظورم از دوست که آدمایی که دور و برم میبینم باشون در ارتباط هستم، حالا الان که کرونا همه تو خونه ایم، ولی اون موقع که در دانشگاه میرفتیم و میدیدیم بچه ها رو. نه استادای واقعا برای مسترم اینجا میشه خوب فاند گرفت، به خصوص مثلا میگم دانشگاه پلی تکنیک دانشگاهی که خیلی با صنعت در ارتباطه، یا مثلا دانشگاه ETS اینجا دانشگاهی که خیلی با صنعت در ارتباطه، استادا بیشتر همشون فاند دارن. ولی یه فرق بزرگی که بین مستر و پی اچ دی توی کبک توی جاهای دیگه نه هستش اینه، شهریه است. بچه های فوق لیسانس اینجا باید بهت گفتم تا 4 ترم ترمی 7000 تا شهریه بدن و عملا اون فاندی که میگیرن یه جورایی فقط میره برای شهریه. ولی بچه های پی اچ دی یه خوبی که دارن اینه که شهریهشون داخل کبک فقط این قانون وجود داره که 1000 تاست، ترمی 900 تا 1000 تا، یعنی یه جوری که فاندت میمونه برای زندگی. ولی نه فاند میتونیم بگیریم برای مستر. اوکی خب یکی دیگه تو سوال دیگه هم میخوای بپرسم تا در مورد ایمیل هستش، یکی این که گفته که مثلا ایمیل رو که بخوان کاستومایز کنن برای هر استادی خیلی وقت میگیره و این کار رو کردم و جوابی از کانادا نگرفتن و یه نفر از 10 نفر جواب میده و اونم میگه دانشجو نمیگیره. ببینید همونجور که اولش گفتیم، یعنی هم خودت گفتی هم من گفتم، باید تعداد ایمیلی که میزنی خیلی بالا باشه. حالا شما از هر 10 نفر یه نفر جواب گرفتی، به نظرم خوب جواب گرفتی. ولی متن ایمیل ها رو آره من کاستومایز میکردم، مثلا اون پاراگرافی که داری میگی چرا برای این استاد داری اپلای میکنی و داری راجع به زمینه کاری اون استاد حرف میزنی، اونو آره باید برای هر استاد حتما اصلا باید ادیت کنید، نباید اصلا همون متن رو برای 10 تا استاد بفرستین. ولی مثلا اون پاراگرافی که داری راجع به خودت میگی، من مستر اینجا خوندم، مسترم موضوعش این بوده، نمیدونم لیسانسم و فلان چه خوندم، معدلم این بوده، این دیگه یه چیزیه که تو میتونی تو همه ایمیلاتون رو بذاری. ولی اون پاراگرافی که راجع به مخصوص خود اون استاده و در واقع علاقه تو رو داره به ریسرچ تیم اون استاد نشون میده، اون باید داره کاستومایز بشه. حالا اگه این ریسرچشون متفاوت با زمینه کاری باشه توصیه میکنی که ایمیل باز بزنن یا نه؟
من توصیه مثلا. میکنم، من توصیه میکنم که واقعا ایمیل بزنیم، به خاطر اینکه حالا من واقعا یعنی نظر من اینه، توصیه که حالا مثلا من نظر من اگر بودم ایمیل میزدم، به خاطر اینکه ببینید شما اگه واقعا علاقه ندارین، مثلا سکیوریتی یه تاپیکیه توی کامپیوتر که من واقعا بهش اصلا علاقه ندارم، خب واقعا اشتباهه اگر برم توی همچین زمینه یا با همچین استادی بخوام کار کنم و هیچ بک‌گراندی روش ندارم. خب ولی اگر میبینید که موضوعها یا مثلا سیگنال پروسسینگ یه چیز واقعا سخت افزاریه و من همیشه بک‌گراند نرم افزاری داشتم، استادایی بودن که این زمینه ها رو داشتن ولی خب من بهشون ایمیل نزدم، به خاطر اینکه چجوری بهت بگم، واقعا میدونستم بعدش مثلا برام خیلی زجرآور میشه درس خوندن و اینا، ولی اگر موضوعش مرتبط نیست اما احساس میکنید علاقه دارید حتما ایمیل بزنید و توی ایمیل به استاده بگین، بگین من روی این زمینه کار نکردم ولی خیلی بهش علاقه دارم، رفتم این پیپرتم راجع به این موضوع خوندم دیدم چقدر اینترستینگ بوده، مثلا اینجوری اون علاقه و انگیزتون رو نشون بدین. بعد اینکه در مورد ریمستر نظر چیه؟ اگه مثلا الان مستر هوش مصنوعی ده و دوباره بخواد بره مستر بگیره، من فکر کنم که مشکلش رو ویزاست فقط، شاید وگرنه دقیقا مشکلت روی SOP میشه که بتونی آفیسر رو راضی بکنی که چرا میخوای بری مستر دوباره بگیری. یه خوبی که برای گپ تحصیلی توی مستر دوباره وجود داره همینه، شما میتونید بگید که مثلا من یه فاصله از دانشگاه داشتم، رشته من توی مدت خیلی پیشرفت کرده، مثل یه رشته مثل کامپیوتر، مثل برق، مثل شیمی که من میدونم که خیلی چیزای مثلا جدید اومده تو این چند سال توی رشته شیمی و حالا هر رشته دیگه، من راجع به رشته دیگه اطلاعات ندارم. یه توضیحی که خوبی که میشه توجیه خوبی که میشه آورد اینه که من میخوام دوباره برگردم به دانشگاه و فوق لیسانس بخونم، به خاطر اینکه میخوام اون چیزای جدیدی که توی رشتم اومده رو یاد بگیرم، دوباره راجبش درس بخونم، چون رشتم خیلی سریع پیشرفت کرده توی این چند سال، من احساس میکنم که اون مسیری که مثلا توی ایران گرفتم کافی نبوده. حالا من اینا رو توی SOP میگم. مثلا یه چیز دیگه‌ای هم که میتونیم بگیم، حالا شاید بعضیا با من مخالف حت کنن ولی میتونیم بگیم که شاید مثلا توی ایران مستری که من گرفتم منو ساتیسفای نکرد، احساس میکنم توی سطح اینترنشنال اگر این مستر رو بگیرم بهتر میتونم یاد بگیرم، مثلا چیزای بیشتر و جدیدتری میتونم یاد بگیرم. اوکی خب رزومه چه جوری باشه که رزومه‌مون چه جوری باشه که شانس پذیرشمون بیشتر باشه؟ حالا این ببینید، من به نظرم رزومتون اگه میخواین الان رزومتون رو بسازین، یعنی توی ما استپی هستین که هنوز مثلا تازه اول دانشجویی، یعنی هنوز فارغ التحصیل نشدین و اینا، به نظر من تا جایی که میتونین سعی کنین که توی کارهای ریسرچ مشارکت داشته باشین. مثلا چه میدونم اگر استادتون یه لبی داره، حالا استاد ایران خیلی اینجوری نبودن که مثلا ریسرچ لب و این چیزا، ولی یادم بعضی استادا مثلا از این اکتیویتی ها داشتن، یعنی سعی کنید که یکم برین درگیرش بشین و اگر میتونین، میدونم توی ایران کم این سخته ولی اگر میتونین سعی کنین یه مقاله داشته باشین. حالا اگر بعضیا واقعا ماهرن حرفه‌این و خیلی بیشتر مقاله دارن و خیلی مثلا کار درست، ولی سعی کنین حتما یه مشارکت علمی توی یه مقاله یه چیزی داشته باشین، این باعث میشه که خب سیویتون اینطوری ساخته بشه. ولی اگه سوالتون اینه که سیویو چجوری بنویسی که شانس داشته باشه باز بشه، حالا داشتم قبل از اینکه حالا همه جوین بشن با سحر داشتیم صحبت می‌کردیم، من فکر می‌کنم تنها فرقش اینه که شما توی سیوی دانه برای استاد فرستادن خیلی بیشتر باید مانور بدین روی اینکه روی اسکیلای آکادمیکتون مانور بدین. مثلا اگه توی دانشگاه TA بودین اونو بنویسین توی دانش توی چیزتون، یا مثلا چه میدونم اگه رتبه کنکورتون خوب بوده بنویسین، بگین که توی ایران مثلا حالا اونا میدونن اینترنس اگزم و این چیزا داره یونیورسیتی، مثلا بگین رتبه فلان بوده بین اون همه آدم من این رتبه رو گرفتم، یعنی خیلی مانور بدین روی چیزای آکادمیکتون و اینا رو اول بنویسین، بعد مثلا بیاین راجع به تجربیات کاریتون صحبت بکنین. و به نظرم راجع به تجربیات کاریتون کوتاه‌تر بگین، به خاطر اینکه اگه خیلی راجع به اون اسکیلای کاریتون بگین، مثلا مدیر پروژه بودم فلان جا این کار کردم اون کار کردم اینا، باعث میشه که یه جورایی بازم برای اون طرف این سوال پیش بیاد که خب حالا چرا این میخواد بیاد درس بخونه که دیگه تو دنیای کار همه چی رو داره. یعنی مانورتون بیشتر روی ریسرچ رو، روی کار آکادمیک رو، روی موضوع تزتون مثلا یه چیزایی مثل این باشه.
خب یه نفر هم سوال کرده امکانش نداره با من شیر کنم تا بررسی کنم. فارغ التحصیل من. آره فارغ التحصیل. عزیزم واقعا آره من خوشحال میشم کمک کنم، ولی باور کنید من خودم هیچ کس خاصی نیستم، یعنی منم واقعا یه نفری بودم که این مسیر رو اومدم و اگه من خوشحال میشم کمک کنم، ولی فکر نمی‌کنم نظر من کمک کنه، یعنی اونقدی تغییر ایجاد بکنه، ولی باشه حتما اگه بتونم کمک کنم چرا که نه. فقط سر بزن من این نگاه کنم ببینم این چیزایی که می‌خواستم بگم و گفتم. فاندو به نظرم تقریبا گفتم راجع به مستر و پی اچ دی که مستر برای کنشگان کانادا 17500 تاست، پی اچ دی 20000 تاست. گارانتی نیستش که استاد هر سال بهتون این فاندو بده، حتی اگر اون اولش بهتون بگه که من فاند دارم ممکنه مثلا پروژهش یه ساله باشه، بعد یه سال بیاد بگه خب دیگه ندارم اون پروژه رو، ولی لایف کاست رو کاورج میکنه، یعنی واقعا اینجا هزینه زندگی و فاند پی اچ دی، البته مسترها اون ترمایی که باید شهریه بدن شاید یه ذره براشون سخت باشه شرایط، بخاطر اینکه باید ترم 7000 تا خب شهریه بدن، ولی برای بچهای پی اچ دی داخل کبک که شهریهشون کمه واقعا همه چی رو پوشش میده، یعنی شما حتی شاید نیاز به اینکه بخواید فکر کنین به اینکه یه کار جنرال داشته باشین یا یه کار اضافه تر داشته باشین ندارین، میتونین تمام تمرکزتون رو روی ریسرچ بذارید. راجع به شهریه فکر کنم گفتم که داخل کبک و بیرون کبک با هم چه فرقی داره. فقط مونده SOP، حالا میخوای سوالا رو بگو بعدش دیگه بریم راجع به SOP نوشتن صحبت کنیم. یکی دیگه هم فقط این که پرسیده راجع دیتا ساینس اطلاعاتی دارین که چه پیش نیازهایی داره؟ پیش نیاز که راستش باید مثلا رشتهتون حالا کامپیوتر باشه، البته خیلی ها از رشته های فایننس و اگر رشته ریاضی خوندین مثلا توی ایران ریاضی محض، ریاضی کاربردی، اینا رشته هایی هن که خیلی خوب برای دیتا ساینس میتونین پذیرش بگیرین، به خاطر اینکه بیشترش ریاضی. فیزیک خوندی؟ فیزیک هم ببین نکن اگر ریاضیت خوبه، آره استاتستیک، واقعا استاتستیک اون چیزیه که برای شما برنده این توی دیتا ساینس، یعنی اون کسی که بک‌گراند استاتستیک داره در مقایسه با اون کسی که بک‌گراند کامپیوتر سافت ور داره، مثلا خودم رو میگم، اون استاتستیک خیلی وزنش بالاتره توی دیتا ساینس، به خاطر اینکه خب خیلی چیزای ریاضی و کلکیولیشن های پشت این الگوریتما و اینا. از این سوال چی بود؟ حواسم پر یادم رفت سوال چی بود؟ گفته که در مورد دیتا ساینس اطلاعات داری این چه پیش نیاز هایی داره؟ آره ببین واقعا آره ریاضی اینا باشه یا اینکه کامپیوتر باشه دیگه، یعنی حالا کامپیوتر باشه، ولی بجز کامپیوتر این رشته‌های دیگه هم و پیش نیازش اینه که واقعا شما آمارتون، آمار احتمالتون و ریاضیاتتون خوب باشه، حالا نه انتگرال و مثلا این چیزا، ولی آمار و احتمال و این چیزا، این یعنی در آمار و احتمال دوست داشته باشین، یعنی حتی اگه خوبم نباشه، اگه واقعا آمار و احتمال یه درسی بوده که چندشتون می‌شده تو دانشگاه، بدونین که واقعا از دیتا ساینس شما همیشه دارین آمار و احتمال ماستر می‌کنین. همین آره. خب میخوام اسوپی هم بگو که ما کل کانتنت هایی که مد نظرت بود که کاور کنیم همه رو تموم کنیم، بعد دیگه بشینیم سوالا رو جواب بدیم تا این 20 دقیقه که فرصت داریم. آره خب نگاه کنید تا اینجاش که ما صحبت کردیم اینطوریه که شما دیگه پذیرش رو گرفتیم، با استاد صحبت کردیم، ایشان استاد بهتون فاندم داده، تقریبا شما اون بخش پذیرش رو رفتین. شما اگر از یه استادی پذیرش داشته باشین، به محضی که ادمیشن دانشگاه رو پر میکنید و اسم استاد رو مینویسین توی ادمیشن، اونا با استاد چک میکنن و وقتی میبینن که آره این اوکیه، بلافاصله نامه پذیرش رو براتون میفرستن. یعنی من زیر 7 روز نامه پذیرشم رو گرفتم بعد از اینکه استادم کانفرم کرد که من میتونم مثلا باهاش کار بکنم. ولی خب باید شما داکیومنتاتون هم آماده باشه دیگه، یعنی ترجمه مدارک و برای پذیرش دانشگاه شما به اون ترجمه مدارکتون رو باید بفرستین، نمیدونم نمره زبانتون رو باید بفرستین، این چیزا باید آماده باشه. ولی ما الان دیگه فرض میکنیم که شما همه این چیزها رو انجام دادین و دیگه نامه پذیرشتون هم گرفتین. معقول بعدی واقعا اون SOP و اون آفیسر رو راضی کردن که من میخوام برم درس بخونم. واسه SOP زبان گفتی تو نداشتی موقعی که ادمیشن گرفتی؟ آره نه نداشتم، نه من وقتی که از پذیرش از استادم گرفتم اصلا هنوز نمره زبان نداشتم. من حالا به سر گفتم، گفتم راجع به زبان من خیلی صحبت نکنم، من خیلی الگوی خوبی نیستم برای زبان، به خاطر اینکه من واقعا زیر استاد یه چیز داد بهت از این گفت ویو میکنم مثلا زبان تو، یه مثلا لتری داد گفت
نه، اصلا هیچ لتری نداد. من فقط دانشگاه به من چیز کرد، نکنید من گفتم که میرم امتحان زبانم و میدم و نمرش رو براتون میفرستم و اینا، داکیومنت ها برای دانشگاه فرستادم در ترجمه، چون باید پست کنی برای دانشگاه. خب یعنی دانشگاه پلی تکنیک اینجوریه، ولی مثلا یه سری دانشگاه دیگه تو میتونی آنلاین آپلود بکنی. دانشگاه ما اینطوری بود که باید پست میکردی مدارکو. ولی من چیکار کردم؟ من اون موقعی که مدارکم پست میکردم نمره زبانم توش نبود، بخاطر اینکه هنوز امتحان زبان نداده بودم، ولی گفتم که امتحان زبان میدم. وزیر، یعنی من قبل از اینکه کارمو برای سفارت شروع بکنم، نمره زبانم رو برای دانشگاه فرستادم و من زیر یک ماه میتونم بگم که برای زبان خوندم، نمره خوبی نگرفتم، ولی اون چیز دانشگاه رو میت کردم، یعنی اون حد نصاب دانشگاه رو آوردم. ولی خب خیلی خودم راضی نبودم، چون واقعا اونجور که باید وقت نذاشته بودم. و بعدش هم دیگه پذیرشم پذیرش کاندیشنال نبود، به خاطر اینکه قبل از اینکه کارهای سفارتم رو درست بکنم دیگه نمره زبانم هم برای دانشگاه فرستادم و دانشگاه یه نامه ادمیشن جدید به من داد که دیگه اصلا همه چیز توش اوکی بود و دیگه نباید زبانم و نمره زبانم رو براشون فرستادم و اینا. خب پس ما الان تو اون نقطه هستیم که شما اون نامه رو از دانشگاه گرفتین و میخواین برای ویزا اپلای بکنین. به نظر من یه چیزی که اینجا مهم، یعنی مهمترین بخش ویزا که ما خودمون چون داریم مثلا میخوایم انجام بدیم، اون SOP نوشتنه. من اینجا گفتم که اونجوری که خودم SOP نوشتم و بهتون بگم، حالا یه عالمه تمپلیت آماده هست توی اینترنت، مثلا چیزای مختلف روی وبسایت‌ها همه نوشتن چجوری SOP بنویسین و اینا. به نظر من یه چیزی که مهمه مثل همون ایمیله، حرف خودتون باشه حتی اگه غلط دارین توش، یعنی واقعا هدف خودتون از حالا از بیرون اومدن از ایران باشه. من جوری که استوپیمو نوشتم توی پاراگراف اول purpose of applyمو گفتم، یعنی چرا میخوام بیام، دارم میام پیشتی بخونم. و حتی اونجا نمیخواد توجیه کنید که چرا میخواید بیاید پیشتی بخونید، فقط یه introduction از این که شما چرا دارین برای ویزا اپلای میکنید. بعد تو پاراگراف بعدی یه خلاصه از بک‌گراندم گفتم، کجا مستر خوندم، کجا لیسانس خوندم، کجا کار کردم. درسته که شما همه این مدارک رو دارین برای آفیسر میفرستین، ولی در واقع این شما به SOP باید به چشم اون فرصت اینترویو با آفیسر نگاه بکنین، به خاطر اینکه واقعا این یه فرصتیه که شما جواب اون سوالای احتمالی توی ذهن آفیسر رو بدین. مثلا اگه گپ تحصیلی دارین، اینجا اونجایی که باید بهش اشاره کنین، نگین حالا شاید مثلا آفیسر نفهمید من گپ، یعنی حتی اگه میدونین، میخوام بهتون بگم که شما باید به این SOP به این چشم نگاه کنید که نشستین جلوی آفیسر داره داکیومنت های شما رو نگاه میکنه، سوال براش پیش میاد، شما خودتون رو بزنین جای اون آفیسر ببینین چه سوالایی ممکنه براش پیش بیاد. توی SOP باید به اون سوال حتما جواب بدین. اگه دارین رشتهتون رو عوض میکنین میرین روی رشته دیگه، یه چیزیه که حتما باید توی SOP براش توضیح بنویسین که چرا دارین این کارو میکنین. اگه گپ تحصیلی دارین، اگه دارین مستر دوم میخونین، همه اینا یه چیزیه که حتما باید توی SOP راجبش صحبت بکنین، بگین که چی شد که چرا، یعنی یه توضیح باید براش حتما بذارین، که چون مطمئنا این یه سوالیه که آفیسر تو ذهنش پیش میاد. یه چیز دیگه، حالا این پاراگراف اول و دومو نوشتین و پاراگراف آخر راجع به این صحبت بکنین که اولا که چرا میخواین به ایران برگردین. من خودم با یه هدر، یه عنوان نوشتم با هدر قرمز که چرا میخوام برگردم به کشورم و قرمزش کردم اینو، بعدش اومدم زیرش با مشکی توضیح دادم که چرا میخوام برگردم، یعنی قشنگ واسه مشخص کردم که ببین من میخوام برگردم. و اینطور توضیح دادم که میگم یه چند خط اول رو خیلی عاطفی میتونین توضیح بدین، خانوادتون، مثلا خواهرتون، برادرتون اگه بچه‌ای دارن اونا، مثلا پدر مادرتون دوست دارین کنارشون باشین، خیلی عاطفی صحبت میکنین که دوست دارین برگردین، یا حتی به کنسا به کشورتون. یه چیزی که مثلا میتونین کانادا بگین که ایران از کانادا بهتره اینه که ایران چهار فصله، ایران همیشه هواش خوبه، من دوست دارم مثلا اون چهار فصل رو داشته باشم و برگردم و اینا. و یه چیز دیگه‌ای که میتونین بعد مثلا این توضیحات عاطفی راجع به دلیل برگشت بگین که من میخوام اون، مثلا دارم میگم اون تجربه آکادمیک اینترنشنالمو بیارم تو کشورم استفاده بکنم. اصلا دلیل این که من دارم میرم توی یه کشور دیگه درس بخونم به خاطر اینکه توی ایران همچین اپورتونیتی وجود نداره، ولی من میخوام برم این اسکیلا رو یاد بگیرم و بیام برگردم. مثلا توی IoT توی ایران خیلی
قوی ریسرچ نیست، من میخوام برم یاد بگیرم و برگردم مثلا به کشورم و این تجربیات رو به کشورم برگردونم. و یه پاراگراف آخرم حتما ببینه کن، شما هر چقدر هم سپورت مالی و داکیومنت و پروف و از این چیزا گذاشتین، یه پاراگراف راجبش صحبت بکنیم، بخاطر اینکه واسه اون آفیسر مهمه که بدونه شما پلان دارین، شما فکر کردین به اینکه پاتون اگه برسه به اینجا قراره خرج زندگیتون چجوری بدین، توضیح بدین. حتی اگه استاد بهتون فاند داده اینو بگین، استادم به هم انقدر قراره سالی فاند بده، انقدرم تو حسابم دارم با خودم پول میارم، اگر نشد مثلا اینم فلان چیز مثلا حساب بانکی بابام عموم دایم، میدونید، توضیح بدید که آفیسر ببینه که آره این مثلا میدونه قراره بیاد اینجا چه تکلیفش مشخصه، یعنی فکر کرده قبلا، نشسته فکر کرده، فن کرده. این همه اون چیزی بود که من دوستشم راجع به SOP بگم، حالا باز اگه کسی سوالی داره. خیلی عالی، مرسی ارغوان جان. خب دو تا سوال دیگه اینجا پرسیده بودن که ازت میپرسم، اگه میدونستی راجبشون بهمون بگو. گفته اگر رشته که میخواییم برای مستر یا PhD متفاوت باشه با رشته که خوندیم، شانسمون خیلی کم میشه. من رشته متفاوته اما رزومه کاری مرتبطه، چجور شانسم ببرم بالا؟ ببینید، من واقعا چیزی که به ذهنم میرسه اینه که شما رزومه کاری وقتی مرتبطه دقیقا میتونی همینو توضیح بیاری که چون رفتی توی این زمینه کار کردی، بهش علاقمند شدی و دوست داری روش تحصیلات آکادمیک داشته باشی، وقتی اینکه تحصیلات آکادمیک میشه خیلی دیتیل و روت اون موضوعی که حالا شما بهش علاقمند شدی. به نظرم جور که میتونی مثلا توضیح و توجیهش کنی. ببینید، من احساس میکنم برای استادا، حالا اگه بک‌گراندتون خیلی بی ربط باشه آره براشون مهمه، ولی مثلا اگه حالا فیزیک خوندی داری میای کامپیوتر، نمیدونم مثلا برق خوندی داری میای کامپیوتر، کامپیوتر خوندی داری، اینا ببینید رشته‌ای هستن که تقریبا خیلی به هم نزدیکن و شاید خیلی براتون مشکل ساز نشه، ولی به نظرم میتونی این کار بکنی، یعنی بگی که توی دوره‌ای که داشتی کار میکردی به این رشته علاقه‌مند شدی، تصمیم گرفتی که آکادمیک براش برای آکادمیکش اقدام کنی. اوکی. خب برای اینکه در مورد ویزای همراه تو اطلاعاتی داری که مثلا چطوری میشه که همزمان با همدیگه از ایران خارج بشن؟ آره ببین، من خودم تجربهشو ندارم، ولی یه چیزی که از دوستانم شنیدم، یعنی دیدم بچه‌ها که اومدن، اینه که شما برای کانادا، باز خیلی تاکید میکنم برای ویزای همراه کانادا، اینه که شما وقتی که ویزای تحصیلی میگیرین به همراهتون ورک پرمیت میدن، یعنی شما پرونده رو حالا اینکه چه جوری پرونده رو درست می‌کنین، چه اطلاعاتی می‌ذارین رو نمی‌دونم، ولی می‌دونم که شما تو یک پروفایل برای جفتتون اقدام می‌کنین، اینجوری نیستش که دو تا پروفایل جدا، مثلا دو تا آدم جدا اقدام بکنین، تو یک پروفایل برای جفتتون اقدام می‌کنین و حالا ریلیشنتون که با حالا یا داکیومنت یا عکس با هر چیزی مشخص میشه و بعدش به اون فردی که همراه شماست، اگر شما ویزای تحصیلی بگیرید به اون ورک پرمیت میدن، ولی خب 100% هم نیست، ممکنه به شما ویزا بدن به اون ورک پرمیت ندن، یعنی اون ریجکت بشه، ولی بیشتر اونایی که با همراه اومدن همراهشون ورک پرمیت داره و اینجا اجازه کار داره، یعنی اجازه کار فول تایم داره. اوکی. SOP که به آفیسر میدیم و اونی که به یونی میدیم باید فرق داشته باشه یا باید یکی باشن؟ آره مسلمان باید فرق داشته باشه، به خاطر اینکه مثلا شما اینکه فاینانشیال قراره چه کار کنین و چرا میخواین به کشورتون برگردین، یه چیزیه که دانشگاه نیازی نیست بدونه، دانشگاه بیشتر اون SOP که شما برای دانشگاه میفرستین بیشتر پلان آف ریسرچتونه که مثلا میخواین مثلا تو این دو سال چه کار کنین، اگه قراره کورسی پاس کنین، اگه قراره نمیدونم یه موضوع خاصی رو روش فوکس بکنین، بیشتر رو این چیزا باید مانور بدین، ولی برای SOP که برای آفیسر میفرستین نباید خیلی تکنیکال باشه، مثلا بهش بگین که آره من میخوام برم الگوریتم فلان چیز رو مثلا دیتا فلان پیدا کنم، اینطوری نه، چون اصلا اون واقعا حوصله‌اش سر میرسه خوندن همین چیز، خیلی کلی‌تر باید باشه، ولی میگم بیشتر توی SOP باید به سوالایی که ممکنه توی ذهن آفیسر نسبت به داکیومنت‌های شما به بیاد سعی کنین جواب بدین. اوکی. خب بچه، حالا هر کی دوست داره میتونه آن میوت کنه، سوالتون شفاهی بپرسین، چون توضیحات ارغوان تموم شد، این تیبل آف کانتنتش رو کامل توضیح داد. هر کی دوست داره آن میوت کنه سوالاشو بپرسه، یا اگر دوست دارین هم میتونین خودتون رو معرفی کنین یا نتورکینگ کنین اگه سوال ندارین. سلام مجدد، تا
صدای منو دارین؟ بله بله آقای علی. ممنون از توضیحاتتون و وقتی که گذاشتین. من دو تا سوال داشتم. یکی اینکه چقدر استادا به حالا اون پروژه کارشناسی ارشدی شما اینجا انجام میدید و ربطش به اون حالا فیلدی که میخواید روش اپلای بکنید اهمیت میدن، یا براشون چقدر مهمه که حتما تو همون زمینه باشه، یا میشه مثلا یک چیز کاملا بی ربط باشه نسبت بهش؟ یکی این، حالا اگه جواب بدید من سوال بعدی رو میپرسم. آها، ببینید من فکر میکنم اگر مسلما اگر مرتبط باشه خب شانس خیلی بالاتره. یعنی مثلا شما میخوای برای ریکامندر سیستم مثلا اقدام بکنی، مستر من خودم مثلا رو ریکامندر سیستم بوده، استادی که داشتم باش کامیونیکیت میکردم، همونی که حالا الان دارم باش کار میکنم، هر ترم یه کورس ریکامندر سیستم توی دانشگاه ارائه میده. خب این خیلی باعث شد که شانس بره بالا. اما من میگم اینجا کسایی رو میشناسم که واقعا و تعدادشون هم کم نیست که واقعا میتونم بهتون بگم که فیلد ریسرچشون عوض شده و این یه چیز نرماله. یعنی ممکنه که شما روی فیلد ریسرچ کردی، به هر دلیلی علاقت روی اون دیگه تموم شده، حالا از بین رفته، یا اینکه دیگه دوستش نداری، یا بعد ریسرچ کردن به این نتیجه رسیدی که خیلی بهش علاقه مند نیستی، به یه موضوع دیگه علاقه مند شدی. به نظر من ممکنه که شانس رو یه ذره کم کنه، یعنی شانس اینکه شاید استاد بخواد کامیونیکیت کنه و بگه اوکی من اینو برای تیمم وردارم، ولی نه واقعا ضربه‌ای نمیزنه و غیر ممکن نمیکنه قضیه رو. یعنی استادا اهمیتشون بیشتر، ببینید به استادای اینجا براشون خیلی مهمه که شما براشون کار کنید، یعنی شما بیاین اینجا ریسرچ کنین، پابلش کنین، چجوری بهتون بگم، وقت بذارین برای اون پروژه‌ای که استاد داره باهاتون شیر میکنه. اینه که برای استادا مهمه، چون از نظر اونا چیزی که بلد نیستین و تو این پروسه میتونین یاد بگیرین. اگر شما روی مثلا 5-6 تا الگوریتم مثلا آشنایی ندارین، توی حالا رشته خودم میگم، از نظر استاد شما میتونین برین بخونین. به خصوص برای PhD یه امتحان کامپرنسیو اگزم داره، آزمون جامعه دکترا توی ایران بهش میگن، حالا دانشگاه اروپایی این آزمون رو نداره، دانشگاه کانادا و آمریکا داره. این کامپرنسیو اگزم اینجوریه که استاد توی این یه سال و نیمی که با شما کار میکنه به این نتیجه میرسه که شما چه چیزایی نیاز دارین توی بک‌گراندتون که باید کاور بشه. بهتون کتاب میگه، ریفرنس میگه و 4-5 حالا استاد دیگه بهتون کتاب و ریفرنس میگن و از شما میخوان که برن بین اون رو بخونین و ازتون امتحان میگیرن که ببینن که میتونین امتحان رو پس کنین یا نه. یعنی میخوام بهتون بگم که اگر خیلی مرتبط نباشه، استاده میتونه از این طریق اون گپ ها رو بپوشونه، ولی به شرط اینکه به استاد نشون بدین که چقدر ریسرچ رو دوست دارین و چقدر اهل تحقیق و مطالعه هستین و یاد گرفتن. حالا سوال بعدیتون خیلی خواستیم. خیلی ممنون. این دوره هایی که ممکنه مثلا زمینه AI من صحبت میکنم، مثلا فرض بکنید دوره هایی که توی یودمی یا کورسرا در مورد مثلا فرض بکنید ماشین لرنینگ یا رینفورسمنت لرنینگ هست، گذروندنش آیا تأثیری توی حالا متقاعد کردن استاد برای گرفتن اون فانده یا پذیرش داری یا نداره؟ ببینید مسلما اگه شما همچین چیزایی رو بذارین توی رزومتون، من نذاشته بودم، چون اصلا من اون موقع که ایران بودم راستش رو بخواهم اصلا نمیشناختم یودمی، وقتی که اومدم اینجا شناختم و نداشتم، یعنی توی رزومم اینکه کورسی حالا توی یودمی گذروندم یا نه نذاشته بودم. ولی اگر بذارین خب خوبیش اینه که خب استاده میبینه که شما به هر حال یه بک‌گراندی توی این زمینه به دست آمد، یعنی میتونه مفید باشه، هر اطلاعات کمک کننده ای و هر چیزی که شما رو یکم رو به جلو ببره توی اون زمینه ای که قراره با استاد کار بکنین میتونه مفید باشه. ولی اگه میخواین بپرسین که اون کورس های یودمی چقدر میتونه کمک کنه به تحقیق شما، میتونم بگم کورس های یودمی بیشتر اپلایده، ولی شما وقتی که میان اینجا به عنوان ریسرچر خیلی بیشتر ازتون میخوان که برین تو بک‌گراند الگوریتم، مشکلاتش، اپتیمیزیشنش، نمیدونم دیتیل دیت، یه چیزایی که شاید تو اون کورس های یودمی که بیشتر بهت میگن چجوری این الگوریتم ها رو استفاده بکن نیستش. حالا شاید یه سری کورس های باشه که راجبش صحبت بکنه، ولی من اون کورس های کلیش رو گفتم. نه، من بیشتر منظورم این بود که برای اینکه حالا اون گپ نالج پر بشه یا بشه مثلا چیز که داره، ارزش وقت گذاشتن داره که مثلا قبل از اینکه آدم بخواد اپلای انجام بده بره و مثلا همچین چیزی رو پاس بکنه یا بگذرونه.
ببینید به نظر من چون یه چیزیه که اینا میشناسن و میدونن، آره ارزش داره، چون خودشون خیلی وقتا به ماها مثلا لینک میفرستن، مثلا با ما راجع به چیزی با من دارن صحبت میکنن، میبینن که من نمیفهمم اون داره استادم داره چی میگه، برای من لینک یه کورسی رو میفرسته، میگه برو مثلا اینو بخون، حالا تو این هفته برو اینو بخون و مثلا دیتیلش رو یاد، چون یه سری این سایت همین کورسرا و یودمی و اینا رو میشناسن، آره میتونه کمک کننده باشه و میتونه نشون بده که شما آلردی شروع کردین. بیاد به نظر من وقت تلف کردن نیست، هیچ جوره وقت تلف کردن نیست اگر برین اینا رو پاس کنین و بذارین سرتیفیکیشنشون رو توی مدارکتون. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید، متشکرم. خواهش میکنم. خب یکم راجع معدل پرسیده ارغوان، گفته ارغوان جان خیلی ازت ممنونم برای توضیحاتت و اینکه معدل چند بوده و معدل چقدر مهمه. معدل اماره، خب ببینید من معدل کارشناسیم خوب نبود، دوست ندارم بهش اشاره کنم، ولی معدل مسته ببینید من احساس میکنم خب کارشناسی به خاطر اینکه یه سری حالا خب خودم رو توجیه کنم، انگار که دارم واسه مامان و بابام خودم توجیه میکنم که چرا معدلم بد بوده، مثلا درسه خیلی بی ربط خب داریم دیگه، مثلا ادبیات نمیدونم ادبیات اسلام و نمیدونم این چیزا، یه سری کورسایی که نمره شدم کم میشه و رو معدلش تاثیر میذاره، ولی معدل مسترم 18.53 بود. این که چقدر کمک کرد، من احساس میکنم که ببینید توی لیسانسم استادا مثلا میرن توی ریزنوماتتون نمره درساتون رو نگاه میکنن، مثلا ببینن شما دیتا استراکچر مثلا یه درسیه که خیلی براشون مهمه، ببینن مثلا نمرهش چند شده، مثلا من توی این درس حالا نمرهام بد نبود، یا مثلا تو طراحی الگوریتم مثلا میرن ببینن نمرتون چند شده، یه سری درسایی که براشون مهمه مدار منطقی این چیزا میرن نمره رو نگاه میکنن. میگه بگو ماما نه واقعا معدل هم دوست ندارم که آفیشیال بمونه، واسه همین اشاره بهش نمی کنم. بچه ها دارم میگن کارشناسی من 13.6 بوده، من هم تورده هسته، من نزدیکم به این آقای امیر حسین معدل هم، ولی خب میگم نمره کورس ها براشون مهمه، نمره اینکه ببینن توی درس هایی که خواست که واقعا درسته بنیادی رشته کامپیوتر مثل دیتا استراکچر و مثل طراحی الگوریتم و مثل مدار منطقی و اینا ببینن چه نمره هایی گرفتیم. این از معدل و این خیلی عالی. خب سوالی دارین لطفا بپرسین که یه بیشتر از موضوع عقبا نشیم که ویکندش استراحت کنه. سهر چون یه چیزی هم نوشته بودیم میخواستیم صحبت کنیم راجع به این که آره الان یادم اومد، اگه اشتباه نکنم میخواستیم بگیم که خیلی فکر کنیم قبل از، آره ببینید به نظر من قبل از اینکه اقدام بکنیم برای ویزای تحصیلی واقعا به این فکر کنیم که آیا حوصله درس خوندن داریم یا نه، چون اینجا واقعا استادا بالا سرتونن، یعنی قشنگ باید درس بخونید، قشنگ باید عینه یه دانشجو بشینید درس بخونید، امتحان بدین، جواب پس بدین، هر هفته میتینگ میذارن، پروگرس آپدیت لب میتینگ، یعنی قشنگ درگیر درس خوندنین، و اگر واقعا حالا حوصله درس خوندن ندارین، درسته که ویزای تحصیلی سریع ترین ویزاست برای گرفتنش، شاید مثلا پروسه اکسپرس انتری مثلا خیلی مثلا چند سال بعد منتظر بمونی، ولی از اون ور بیشتر طول میکشه تا شما به اون هدف مهاجرتتون برسید. به خاطر اینکه داشتیم با سر صحبتش رو میکردیم که شما باید حتما اگر میخوای از امتیاز مدرک دانشگاهی توی کانادا استفاده بکنی، من اگر اشتباه نکنم از سپتامبر 2018 این قانون رو گذاشتن که شما باید حتما فارغ التحصیل بشی یا توی 6 ماه آینده فارغ التحصیل بشی که بتونی امتیاز مدرک داخل کانادا تو استفاده بکنی، در غیر این صورت اصلا شما نمیتونی ازش استفاده بکنی. بنابراین به این فکر کنید که اگر شما دارین برای دکترا اقدام میکنی، شما 4-5 سال باید بشین، شما 4-5 سال نمیتونین اصلا به پروسه مهاجرت فکر کنین، باید وقتتون رو بذارین روی اینکه درس بخونین، و تو این 4-5 سال شما دوست، من خودم تجربه شخصی خودم رو دارم میگم، دوستانی رو دارم میبینم که مثلا از ایران اکسپرس انتری اقدام کردن الان میخوام با پی آر بیان، کسایی رو میبینم اینجا که مستر اومدن ترم دیگه گریجویت میشن و بعدش ورک پرمیت میگیرن میتونن برن دنبال زندگیشون، من هنوز باید درس بخونم، من هنوز که پی اچ دی تازه برای من شروع شده، یعنی من تازه کانفرنس اگزممو دادم، تازه پروپوزالمو دفاع کردم و هنوز این دنیای پی اچ دی ادامه داره، واسه همین میخوام بهتون بگم که واقعا اگر
حال و حوصله درس خوندن ندارین، این قضیه میتونه خیلی بهتون ضربه بزنه اینجا به اون فشار درس. و اینکه اون امتحان کامپرنسیو اگزم پیشتی سرمن، اینو فقط بگم سریع، خیلی جدیه اینجا، استادا خیلی ها رو ریجکت میکنن، من اینجا خودم به چشم دیدم، یعنی یه چیزی نیست که شنیده باشم، من دارم میبینم اینجا چقدر از آدمای اطرافم سر این امتحان آزمون جامعه یا سر دفاع پروپوزالشون استادا ریجکتشون کردن و قطعا همکاری کردن باهاشون. من اصلا نمیخوام بگم این بده یا خوبه، ولی میدونم که برای اون آدم میتونه خیلی استرس زا باشه و خیلی اعتماد به نفس آدم رو ناخواسته تخریب میکنه، در حالی که واقعا لایقش نیستین. یعنی شما فقط راه اشتباهی رو برای اومدن انتخاب کردین، نه اینکه شما مثلا بلد نبودین درس بخونین یا سوادتون کم بوده یا اسکیلتون کم بوده. واسه همین به نظر من خیلی بهش فکر کنین، یعنی قبل از اینکه اقدام کنین خیلی به این فکر کنین که شما اگر ویزای تحصیلی بگیرین به این معنی نیستش که شما اقامت گرفتین. شما باید حالا درستون رو بخونین بعد برین برای اقامت اقدام بکنین. خب بعد این که سن برای استاد مهمه؟ نه، من البته بستگی داره برای چی اقدام بکنیم. مثلا من الان توی ریسرچ تیممون میبینم کسایی که توی ایران استاد بودن، خودش مثلا هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر بوده ولی الان اومده توی دانشگاه ما داره مثلا با استاد من پستاک میخونه و مسلما سنش خیلی با من فاصله داره، یا مثلا با کسی که داره مستقیم از بچلر میاد اینجا لیسانس بخونه خب سنش با اون فاصله داره. ولی مهمه فاکتور، ببین اینا اینجا خیلی، یعنی یه چیزی که من اینجا شنیدم واسه کار اپلای کردن، میگن سن تو عکس تو از توی سیویت بردار، یعنی یه جورایی براشون خیلی مهم نیستش اون عدده. ولی خب بذار من جواب این سوال قطعی ندم، چون واقعا نمیدونم سن براشون مهمه یا نه. شما شانستون امتحان کنین، یعنی دنبال عذر و بهانه نباشین حالا من چون سنم زیاده پسش کس به من پذیرش نمیده. به نظر من امتحان کنید شانستون رو، یعنی واقعا به خاطر همچین چیزای خودتون محدود نکنید. درسته. خب بچه‌ها کسی دیگه ای سوال داره میتونین آنمیوت کنین، سوالاتونو بپرسین، از این فرصت استفاده کنین که به ترساتون غلبه کنین. من یه سوالی که حالا اولش پرسیدم در رابطه با ریمستر رو، یه سوال دیگه الان برام پیش اومد، بازم یه جوری تو همون مایه هست، اینکه مثلا بخوایم برای پی اچ دی اقدام کنیم و بعد اونجا، اینو من یکی شنیدم نمیدونم میشه این کارو کرد یا نه، مثلا برای پی اچ دی بریم اونجا کانادا و بعد اونجا بخوایم تبدیلش کنیم همون اول به مستر، یعنی حالا فان داشته باشین بعد همون فاند یه جوره انتقال بدیم. این کار شدنیه؟ یعنی اصلا حرفه‌ای هست یا مثلا چه جوریه؟ ببینید شدنیه، ولی من میتونم بگم یکم شاید وجدانی نباشه. میشون شما در این پوزیشن یه نفری که میخواد دکترا بخونه رو میگیرید در حالی که میخواید مستر یعنی شدنیه. من اینجا خیلی ها، یعنی همونایی که بهتون میگم که امتحاناشون نتونستن پاس بکنن، امتحان جامعهشون رو، مثلا بعضی استادا واقعا مهربونن و بهشون گفتن که تو بیا مسترش بکن، من بهت یه مستر میدم، یه 6 ماه دیگه مثلا تحقیق کن، تزه تو بنویس، من بهت یه فوق لیسانس میدم. آره شدنیه واقعا یه چیز. یا حتی شما میتونید بیاید اینجا و بعد مثلا چه میدونم یه 6 ماه یه سال به استادت بگی که خیلی پی اچ دی برای من فشار داره، من نمیتونم بخونم و من میخوام فوق لیسانسش کنم. ببین اگه واقعیت این باشه به نظرم چرا که نه، اینا واقعا براشون مهمه اون لایف بالانس رو شما داشته باشین و هیچ جوره روحی روانی تحت فشار نباشین. ولی اگه واقعا پلان شده باشه من توصیهش نمی کنم، یعنی من با این پلان بیام که حالا پی اچ دی پذیرش بگیرم ولی بعد بیام مسترش کنم، بذارین من به این چیز آره نگم، ولی up to you، هر جوری که خودتون دوست دارین. نه اخلاقی نیست ولی میشه کار کرد. بله میشه. ولی خب شما ریسک اینم میپذیرین که استادتون بهتون بگه نه و باهاتون قطع همکاری کنه. یعنی من اینجا میشناسم کسی رو که همین کارو کرد، امتحانش رو، البته اون آزمونش رو نتونست پاس بکنه و از استادش خواست که یعنی چیزی نیست که شنیدم و چیزی که دیدم، یعنی کیفش رو دیدم و استادش باش قطع همکاری کرد و بنده خدا خیلی استرس گرفت، بخاطر اینکه قطع همکاری مساویه با اینکه شما دیگه استادی پرمیتت اصلا ولید نیست، یعنی دیگه شما دانشجو نیستی. این ریسکو داره ولی به شدنی هم هستش، ولی من توصیهش نمی‌کنم. اوکی مرسی بابا. خب
مرسی مرسی، خیلی ممنون از همه که جوین شدن اومدن، امیدوارم که استفاده کرده باشیم. مرسی خیلی زیاد ازت ارقام و وقت گذاشتیم، ممنونم ازت بود، من که خیلی یاد گرفتم، امیدوارم که همه چی عالی برات پیش بره اونجا و زودتر هم پیارتو بگیر بعدم. مرسی مرسی، ممنون، امیدوارم که مفید باشه و بچه‌ها هم استفاده کنن دیگه، حالا ازش همتون رو زود ببینیم این بر. انشاءالله. مرسی بچه‌ها، خدا حافظ، خدا نگهدار، خدا حافظ.